شهر اجدبیه در لیبی به کنترل مخالفین حکومت درآمد. در همین حال واشنگتن پست نوشت قذافی باید سرنگون شود و به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه گردد. وال استریت ژورنال هم خواهان مسلح کردن تظاهرکنندگان علیه دولت قذافی شد. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه گفت از انفجار خشونت در لیبی، جایی که رژیم معمر قذافی اعتراضها را بیرحمانه سرکوب می کند، وحشت زده شدم. درگیری های خونین در لیبی ادامه دارد. گردان های امنیتی بر روی تظاهر کنندگان در منطقه فشلوم در ترابلوس شلیک کردند. در شهر سبراته بین موافقان و مخالفان قذافی درگیری جریان دارد. ارتش لیبی در این شهر در غرب ترابلوس گسترش یافته است. نیروهای مزدور به تعدادی از بیمارستان‌های ترابلوس حمله کرده و اجساد کشته شدگان را به محل‌های نامعلومی منتقل کردند. مخالفان قذافی بر منطقه مرزی با مصر تسلط یافتند. رادیو لیبی آزاد توسط انقلابیون لیبی تأسیس شد. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه عرب و شورای امنیت خواستار اعزام نماینده‌ای برای تحقیق درباره حوادث لیبی شد. حقوقدانان بین‌المللی و عرب بر ضرورت محاکمه دولت لیبی به اتهام کشتار جمعی فراخوان دادند. 180 وکیل مصری خواستار دستگیری قذافی و محاکمه وی به اتهام جنایت جنگی شدند. فرانسه از اتحادیه اروپا خواست که لیبی را تحت مجازات قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه جلسه ویژه‌ای درباره وضعیت لیبی تشکیل خواهد داد. 12 دیپلمات لیبی از جمله سفیر لیبی در یونسکو استعفا دادند. یک مقام ارشد لیبی می‌گوید از منصب خود به عنوان معاون سیف الاسلام القذافی در اعتراض به اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان استفاده داد. سفیر لیبی در پاریس با ارسال پیامی استعفایش را به وزارت خارجه لیبی تقدیم کرد. و همینطور مدیر امور تشریفات لیبی از منصبش استفاده داد. کنسول لیبی در تونس کشتار جمعی در لیبی را محکوم کرد و به تظاهرکنندگان ضد قذافی پیوست. کارکنان سفارت لیبی در مالزی حمایتشون رو از مردم اعلام کردند و سرکوب رو هم محکوم کردند. کشور پرو در اعتراض به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان روابط خودش رو با لیبی قطع کرد. آنکارا اعلام کرد که 14 شرکت ساختمانی ترکیه در لیبی هدف غارت قرار گرفتند. هیئت علمای مسلمین عراق سرکوب مردم لیبی را محکوم کرد.